سلام فصل دوازده رو شروع میکنیم از دوره جامع آموزش گرامر سطح متوسط تحت عنوان دیترمینرز خب دیترمینر ها اسمشون روشونه دیگه دیترمین میکنن مشخص میکنن که ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم دسته نسبتا بزرگی است در دسته دسته های گرامری و کلمات پرنکته ای هم داره اما خوبیش اینه که دیترمینر ها چندان پیچیده نیستن یه فرقی بگذاریم بین اونایی که نکات زیاد دارن و اونایی که پیچیده هستن مثلا ببینید report سپیچ من پس که علاوه بر اینکه نکته زیاد داره یه وقت پیچیدگی داره یعنی در وحله اول به سرعت تو ذهن آدم جا نمیافته، چون یک تغییر ساختاری است که خیلی برای ذهن ما آشنا نیست در نتیجه اون احتیاج داره به زمان و دیدن اون ساختارها در کانتکست های مختلف این پیچیدگی برای دیترمینر ها به وجود نمیاد کلمات ساده ای هستند که هر کدومشون یه دو تا چهار تا نکته دارن و چند بار که اینا براتون تکرار بشن مشکلش برای همیشه حل میشه یه سری موارد رو در کتاب قبلی به صورت ابتدایی با آشنا شدیم مثل this که برای اشاره به نزدیک بود that اشاره به دور که این دوتا هر دوتا برای مفرد هستند و دیز و دوز که در واقع همین ها برای حالت جمع هستند. در رابطه دو تا کلمه مهم سم و انی خب قبلا خوندیم اینجا یک مروری میکنیم ببینید سم میشه یه تعدادی همون حالتی که مثلا شما A یا ان رو استفاده میکنید مثلا من میگم دیسیز an apple. این یه سیبه اگر همین حالت رو بخوام در جمع استفاده کنم سام میزنم These are some apples یکی از کاربرد اینه یه تعداد نامشخصی و در اکثر موارد سام در جملات مثبت به کار میره در حالت سوال هم به کار میره که الان روی مثال بهتون میگم که چطور میشه از این استفاده کرد بیاین اول یه مثال از مورد اولی که گفتم بزنیم میگه She's got some interesting ideas یعنی یه چند تایی ایده جالب داره اینجا وقتی میگیم یه چند یه تعداد نامشخصی رو داریم ازش اسم میبریم که حالا این نامشخص بودنه به چه دلیله یا نمیدونیم یا اصلا اهمیت نداره بحثمون اینه که اصلا قرار نیست ما دقیق صحبت کنیم دقیق صحبت کردن خب برای همه جا نیست اگر فرض کنید یک جلسه ای باشه که چارچوب بحث خیلی جدی مشخص شده باشه اونجا آدم میتونه دقیق صحبت کنه اما در صحبت عادی نیازی واقعا به این کار نیست یا گفته که the some mud on the carpet یه مقداری گل و لجن و اینا روی فرش هست اینجا در تو مقدار صحبت کرده اولی در تو تعداد اما حالت سوالیش رو ببینید Could I have some coffee? Could I have some اینجا منظور از یه مقدار واقعا مقدارش نیست یعنی بخوایم در رابطه با خود مقدار صحبت کنیم اینجا اشاره است در واقع به اون کافی و معمولا توی سوالاتی سام رو استفاده میکنیم که جوابش مشخصه یعنی شما میدونید که جواب مثبت برای حرفتون میگیرید جوابش رو ببینید نوشته شو و وود یو لایک سام یه بیسکویت میخوای همراهش به این حالت اما انی در جملات منفی و سوالی میاد این یعنی در جمله مثبت اصلا به کار نمیره مثال ببینید Do you know any good jokes? جایی که خوب چیزی میدونی؟ این اینی اینجا به معنی یه چندتایی هست یه مقدار خیلی نامشخصی یا اونور میگیم He hasn't got any money هیچی پول نداره در جمله منفی ببینید چطور اومده He hasn't got any money و جمله آخر میگه If you find any mistakes please tell me هر اشتباهی که پیدا کردی لطفا به من بگو. پس ببینید حالت همون سام رو داره ولی در جملات منفی به این حاله در سوالی هم که دیدیم در مثال اول. اما این نکته رو ببینید the difference between somebody or anybody, someone anyone, something anything etc is the same as the difference between some and any. این کلمات که حالا بعدها باشون با آشنا میشیم که دقیق تر چه کلماتی هستن میبینید بعضی هست somebody anybody someone anyone همشون با سم و انی شروع میشن تفاوت اینا دقیقا مشابه همین تفاوتی است که اینجا بین سم و انی گفتیم There's somebody outside. یه نفری دمه داره. یه نفری که میگیم معلوم نیست کیه. یه آدمیه. Would you like something to drink? Something, یه چیزی. یه چیزی میخوای برای نوشیدن در واقع نوشیدنی میخواد. Does anybody understand this? اصلا کسی اینو میفهمه؟ و well, she didn't say anything. دقت کنید که این کلمات مفرد هستند. این گفته does anybody نمیگه do anybody. و یا yeah, there's, there is somebody outside. بین نکته دقت کنید اما we use any with words like never hardly without refuse doubt which have a negative kind of meaning اینا در واقع کلمات منفی اند دیگه کلماتی یعنی هستند که بار منایی منفی دارند میگه any معمولا با این کلمات به کار میره she never has any fun هیچ وقت هیچ تفریح چیز جذابی نداره We got there without any difficulty بدونه میبینید اینجا بدونه خب خودش خودش منفیه اما حالا بحث خود جمله که مثبتتر کار We got there without any difficulty بدون هیچ دشواری و مشکلی به اونجا رسیدیم و یا I refuse to give him any help من نمیخوام که کمکی به اون بکنم خب این نکته اینجا مهم مورد قبلی رو که تو کتاب قبلی هم داشتیم بلدی طبیعتا اما این نکته های اهمیت است. We use some and any to talk about limited numbers or quantities دقت کنید limited numbers یعنی یک مقدار یا تعداد محدود مثلا have some toast یعنی از این تو از این نون توستی که اینجا هست از این بخور این منظورش این نیست که هر چی اونجا هست بخور منظورش اینه یکی دوتا یه تعداد کمی رو اون میگه نو no. Thanks, I don't like toast. چرا میگه I don't like toast و نمیگه I don't like a toast و یا I don't like the toast؟ توی بحث آرتیکل اینو گفتیم دیگه وقتی شما دارید در رابطه با یک چیزی به صورت عمومی کلی صحبت میکنید سه تا روش داشتیم براش و یکیش این بود که بدون هیچ آرتیکلی بیاد که گفتم هر کدوم از اون سه تا با اینکه در نهایت یک کار رو انجام میدن اما نمیتونن جای هم بیان باید جای اینها رو یاد بگیرید اگر یادتون نمیاد حتما اون مبحث مربوط به آرتیکل ها رو دوباره ببینید. I need some new clothes. یعنی یه تعداد لباس جدید احتیاج دارم. اینور میگیم. She always wears nice clothes. نمیگیم. She always wears the nice clothes. یعنی به صورت کلی داریم در رابطه با لباس صحبت میکنیم. و یا Is there any water in the fridge? آب توی اخجال هست؟ به میگیم Is the, water on the moon? دیگه the water نداره آب روی سطح ما هست یا نه We don't normally use some in descriptions. این هم از اون مواردی است که من تا حالا ندیدم زبان آموز ایرانی به مشکل بخوره زبان آموزانی که اهل اروپای شرقی هستن معمولا این رو تو صحبتشون دارن She's got black hair. ما نمیگیم she's got some black hair. یه مقدار موه فلان چون میبینید چون اون نحوه گفتن در فارسی هم نیست ما همچین اشتباهی برامون پیش نمیاد بعضی زبان ها به خصوص میگم زبان هایی که در اروپای شرقی هستن این اشتباهات ممکنه برشون پیش بیاد و نکته آخر میگه که we don't use some when we say what people or what things are مثالش خیلی واضحه میگه اندی اند جان آر استودنت نمیگیم اندی اند جان آر سام استودنت نیازی به این نیست وقتی داریم میگیم یک چیزی چی هست یا یک آدمی چه کار است دیگه به سام احتیاجی نداریم اما بیایم سراغ این مورد که یه اشاره کوچیکی تو کتاب قبل کردیم ولی خب ناکافی بود طبیعتا any not any no and none اینا همشون حالت منفی دارن و میشه جملاتی رو با اینا گفت که همشون مثل هم معنی بده ولی این دلیل نمیشه که ما بتونیم اینا رو بتونیم دقیقا جای هم استفاده کنیم no is a more emphatic way of saying not a or not any مثالشو ببینید توضیحش علا متوجه میشید sorry I've got No time. به اینکه که بگیم I haven't got no time. چرا اینو نمیگیم؟ برای اینکه این بهش میگن double negative. ما توی جمله مفهوم و دوبار منفی نمی کنیم. به این شکل. البته این جمله همینطور که گفتم اینا رو میشه به شکل دیگه هم گفتا یعنی مثلا همین جمله رو میشه با اینی هم گفت ولی این حالت، حالت رایجیست. I've got no time. و یا There were no letters for you this morning. ما میتونیم بگیم که There weren't any letters for you this morning. اونم میشه. ولی این حالت رو میبینیم. حالت رایجی هم هست. At the beginning of a sentence, no is almost always used. این حالت حالتی است که شما در صحبت کردن کمتر میشنوید در صحبت فرمال و یا در رایتینگ و اینا خیلی کار داره No cigarette is completely harmless هیچ سیگاری کاملا بیخطر نیست و یا No tourists ever come to our village هیچ توریستی تا حالا به دهکده ما نیومده مورد که میگم بیشتر در صحبت فرمال یا سمی فرمال و رایتینگ کاربرد داره اما دو سه تا نکته دیگه اینجا داره before of or without a noun we use none not no ببین این نان استفادهش خیلی شبیه نوه ولی ببینید تو جمله چجوری استفاده شده none of his friends likes his wife هیچ کدوم از چون ما این از رو داریم همیشه یه آف باید باشه وقتی اول جمله میاد یه جمله باش شروع میشه none of his wives his friends ببخشید نه his wives نکته بعدی که در این کار برد هست ببینید نان در واقع میشه هیچ کدوم دیگه none of his friends وقتی میگیم هیچ کدوم هیچ کدوم از یک جمع است بالاخره حداقل باید دو تا باشه مثلا نان of... یک چیز جمعی نان هیز فرندز هیچ کدوم از دوستانش نمیتونیم بگیم نان of هیز فرند این اسمی که بعدش میاد حتما باید جمع باشه و اون طرف میگه there's نان in the house there's نان in the house هیچ توی خونه نیست این کاربرد خیلی مشابه است با اون کاربردی که بالا در نو داشتیم ولی خب میگم اینا ساختارایی هستند که با اینکه معانی بسیار نزدیک یا گاهن دقیقا عین هم دارن شما نمیتونید همون کلمه رو بردارید و اون یکی رو جاش بذارید یک تغییرات خیلی جزئی میکنن بعدی کلماتی مثل nobody, nothing میگه are used in the same way as none Nobody loves me. که به صورت no هم میشه اینو گفت. دقیقا مثل همون نو no کاربرد داره. I've got absolutely nothing to say. وقتی میگم کاربرد داره یا نه اینکه الان شما nothing رو جاش no بذاری کار در میاد. I've got absolutely no to say. اینا هر کدوم ها و شکل خودشون دارن ولی میتونن اون معنی رو برسونن در واقع نکته که هست اینه که شما میتونید یک منظور رو به اشکال مختلف بیان کنید و نکته ای آخر این صفحه هم بگیم میگه این conversation we often make short incomplete sentences with yes and no که این یه چیز خیلی طبیعیه تو فارسی هم ما خب وقتی باقی جملمون کاملا واضحه دیگه نیازی نیست اول ادامه بدیم طرف میگه که can you help me میگه sorry no time که این کاملش اینه I مثل اون جمله که بالا خوندیم I've got no time ولی خب چون واضحه دیگه نیازی بهش نیست و این یه اتفاقی است که در صحبت کردن در تمام زبان ها میفته وقتی یه چیزی واضحه دیگه ما کشش نمیدیم اما بیایم اینجا We can use any to mean one or another It's not important which میخوایم بگیم یکی یا اون یکیش وقتی اصلا مهم نیست مثال ببینید When shall I come and see you که بیام ببینم it doesn't matter anytime مهم نیست هر موقع اینجا در واقع any معنی هر میده و با بعدش معلوم میشه معنیش چیه anytime اینجا میشه هر زمان پایینی رو ببینید میگه What newspaper do you want؟ کدوم روزنامه رو میخوای؟ یا آدم ماین any paper is okay هر روزنامه ای اوکی میرید یک هر داریم و بعد اون اسمی که میاد این دوتا رو معنیدار میکنه In negative sentences we can use just any to make this meaning clear همین نکته که الان بالا گفتیم با just any هم میاد مثالش رو ببینید میگه I don't do just any work I choose jobs that interest me. میگه من هر کاری رو Just any. کاری رو انجام میدم که I choose jobs that interest me. We can use anybody, anything, and anywhere to mean it's not important who, what, where. وقتی میگیم anybody هر کسی anything هر چیزی یا anywhere هر جایی کاملا مشخصه دی. تو فارسی هم وقتی میگیم هر کسی هر جایی یعنی خیلی مهم نیست دیگه چون اگر مهم باشه جاشو میگیم دیگه نمیگیم هر کسی هر جایی هر چیزی تو انگلیسی هم همین جوریه مثلا میگه it's easy anybody can do it خیلی راحته همه میتونن انجام بدن یا هر کسی میتونه و یا that dog eats anything میت، bread, shoes این سگه همه چی میخوره گوشت, نون, کفش و یا where shall I sit? anywhere you like کجا بشینم؟ هرچی که دوست داریم یعنی چون اهمیت نداره ما اینو میگیم she doesn't go out with just anybody اینجا just مثل همینیه که این بالا یاد گرفتیم دیگه just any میگه با هر کسی بیرون نمیره she doesn't go out with just anybody یعنی هر کسی نیست یعنی در انتخاب پارتنرش دقت میکنه با هر کسی این آدم قرار نمیذاره بیرونه any is not negative it is the opposite of no or not any خب مثال ببینید میگه that's easy anybody can do it به نظر میاد چون توی جملات منفی یا توی جملات سوالی خیلی اینی رو دیدین که فکر کنیم اینی معنیش منفیه در واقع کاملا برعکس اتفاقا برعکس نو no و نات هست و توی مثال میبینید میگه that's easy anybody can do it اینجا هر کس حالت منفی نداره و یا that's too hard nobody can do it که این وقت کاملا منفیه پس anybody و اونجایی که any اضافه میکنیم با اونجایی که no اضافه میکنیم اینا با هم تفاوت دارن مثال بعدی رو ببینید I'm really hungry خیلی گرست نمه I'll eat anything اینجا جمله منفی نیست ولی اونور میگه I'm not hungry I don't want anything گوشنم نیست هر چیزی نمیخورم الان منظور پس این حالت حالت منفی نیست با اینکه ممکنه به نظر منفی بیاد اما much many a lot و a lot of که اینا رو تو کتاب قبلی هم داشتیم من یه توضیح سری میدم و از این رد میشم داریم اونایی که مهمتره ماچ برای مقدار بود با کلمات مفرد غیر قابل شمارش و منی برای تعداد بود برای با اسامیه. جمع. مثلا how much time have we got? چقدر زمان داریم؟ زمان خوب قابل شمارش نیست. مقدار داره. تعداد نداره. با much میاد اونور میگیم how many tickets do we need؟ تیکت رو چون میشه شمرد با many میه. این کاملا واضحه. much and many are most common in questions and negatives. در سوال و منفی این دو تا خیلی کار بردن. In informal affirmative sentences, we generally prefer a lot, a lot of, lots, lots of, or plenty, or plenty of. پس به جنگ که اینا رو بیاریم در جملات مثبت به کار ببریم این یکی ها رو استفاده میکنیم چون اینا رایج ترن عبارت های این مدلی. مثلا Do you have much trouble with English? مشکل و دشواری و سختی با انگلیسی زیاد داری؟ I don't have much trouble speaking, but I have lots of difficulty writing. Let me give much difficulty writing. Lots of. Are there many opera houses in London? Opera houses in London. The hay opera dar. London. show We get not many. but a lot of theatres and plenty of cinemas. But many theatres and many cinemas دیگه به این شکل اینو بیان نمی کنی. از عبارت های جایگزینی که بسیار رایز ترن استفاده می خب تا اینجا رو که می دونستید. After so, as and to, much and many are normal in affirmative sentences. بعد از این سه تا کلمه ای که دیدید so, as, to much و منی استفاده میشن خیلی اینجا ذهنتون رو درگیر گرامر نکنید اینا در واقع بخش هایی هستن که توی کتاب های کالوکیشن و وکابولری باید بهش بپردازیم that child makes so much noise بچه کلی سرصدا درست میکنه و یا take as much time as you like هر چقدر وقت لازم داری استفاده کن و یا there are too many people here کلی آدم آدم بیش از حد اینجا هست In a formal style, many and much are more common in affirmative sentences. خب، توی همین قسمتی که این بالا داشتیم، این توضیحات رو دادم. در حالت فرمال، معمولاً هم خیلی فرمال. به خصوص در ادبیات و این موارد، به جای اون عبارت ها میرید از همون ماچ و منی استفاده میشه مثلا جمله رو ببینید Many commentators have already thrown much darkness on this subject and it is probable that if this continues we shall soon know nothing at all about it که مارک نوشته میبینید یه حالتی داره بسا تو اخبار و اینا هم خیلی ممکنه اینا رو بشنوید به این سبک که خب متناسب با سبک فرمال است به طور کلی فرمال اصلا قواعد خودشو داره یعنی جوری نوشته میشه همونطور که فارسی هم هست ما اگه بخوایم فارسی رو به صورت ادبی یا خیلی رسمی بنویسیم مثلا زمین تا آسمون با صحبت کردنمون تفاوت پیدا میکنه خب اینا هم که تمرینه خودتون انجام میدید اما این دو سه ای که اینجا هست رو بخونیم We can use infinitive structures with enough and to. She's old enough to vote. ساختار infinitive با enough و تو میتونیم استفاده کنیم. چیز پیچیده ای نیست اصلا. نکته ای واقعا این نیست چون غیر از این اصلا جور دیگه ای شما نمیبینید که بخواید این اشتباه بکنید. و یا I'm too tired to go out tonight حالا اینو من گفتم این نکته گرامریش که واقعا ارزش نداشت ولی بیایید این عبارت رو یاد بگیریم old enough مثلا فرض کنی من میگم که نکته لغت یاد بگیریم I'm old enough to be his father یعنی من جای باباشم old enough و یا برعکسش میتونید یانگ هم بگید مثلا یه نفر میره با یه خانومی ازدواج میکنه ما میایم میگیم بابا این زنه اندازه جای دخترشه میگیم شیز یانگ enough تو بی هیز daughter اولد enough و یانگ enough اینو یاد بگیرید این چیزی بود که تو اینجا بود الان به ذهن من رسید عبارت بسیار خوبی هم هست پس وقتی میخوایم بگیم سنمون بیش از یک چیزیه یا کمتر از یک چیزیه میتونیم این شکلی بگیم جای باباشه جای دخترشه یه همچین حالتی از old enough و young enough میتونیم استفاده کنیم مورد بعدی a structure with full plus object plus infinitive is also possible باز این موردیه که من توصیه نمیکنم ذهنتون رو درگیر کنید ببینید این ساختارای این فرمول که اینجوری میچینن اینا چیزاییه که شما هیچ وقت یاد نمیگیرید یعنی اگر اینجوری بخواید یاد بگیرید نه خود من اینجوری یاد گرفتم نه کسی رو میشناسم که اینجوری یاد گرفته باشه اینا مواردی هست که ببین به صورت طبیعی شما قرار نیست همه چیه گرامه رو دونه به دونه یاد بگیرید نکته به نکته بسیاری از این موارد در شنیدن زیاد خودش حل میشه این از اون موارده اگر فکر کنید به نفتونه خب یاد بگیرید ولی من به طور کلی این حالت های فرمول نویسی برای گرامر رو کار مناسبی نمیدونم کتاب مجبور اینو درس بداد چون بالاخره کارش همینه دیگه ولی میخوام بگم که این کار چندان هم کارگر نمیفته برای شما مثالشو بخونیم It's not warm enough for me to swim For basically object یا or... مفعول و بعد حالت اینفینیتیو و yeah, the box was too heavy for us to lift جابه خیلی برامون سنگین بود که بتونیم بلندش کنیم we can drop full plus object این بخش اولش رو میگه میتونیم من بندازیم it's not warm enough to swim که میبینید جز بدیهیات اینجور موارد برای همینی که میگم ذهنتون رو با اینا مشغول نکنید چرا که خب چیزایی یاد میگیرید که در عمل ندونستنش هم فرقی نمیکنه. برسیم سراغ لیتل یا لیتل و فیو و فیو که اینا رو میدونید ببینید لیتل و یا لیتل رو استفاده میکنیم برای اسامی غیر قابل شمارش فیو و یا فیو رو استفاده میکنیم برای اسامی قابل شمارش فرق این دوتا که ا دارن چیه ببینی وقتی میگیم لیتل یعنی یه مقدار یه مقداری که اندازه است کارمون رو میندازه اما ا اگر بندازیم یعنی دیگه بیش از حد کمه برای اینم هم همینطور این میشه یه تعداد یه تعدادی که کافیه فی ولی فیو یه تعداد ناکافی اما ما به ندرت تقریبا هیچ وقت مگر اینکه در صحبت فرمال باشه نمیایم اینا رو بدون ا در صحبت کردن استفاده کنیم یعنی a little رو نمیگیم little در صحبت کردن دلیل منطقی هم داره دلیلش اینه که خب ممکنه اون ا رو طرف نشنوه اصلا گریم یعنی ما چه بگیم چه نگیم ممکنه طرف اون رو نشنوه برای همین یک میشه گفت یک عرفی است که ما a little و یا a few رو در صحبت کردن little و few نگیم چون ممکنه طرف اینو اشتباه متوجه بشه اینا رو میذاریم فقط برای رایتینگ که نوشته است میبینیم مشخص پس برای جلوگیری از اشتباه ما در صحبت کردن لتل و فی رو بدون اه به کار نمیبریم این نکته است که شما باید از کتاب قبلی یادتون باش اینجا توضیحاتش رو داده دیگه من نمیگم اینم هم همین نکته است که الان اشاره کردم بیام جلوتر اما less and least fewer and fewest less and fewer are comparative در واقع مقایسه هی همان دیگه less fewer they are the opposite of more more میشه بیشتر دیگه و اونا میشن کمتر حالا تفاوت جفتشون چیه جفتشون معنی کمتر میدن دیگه fewer یعنی تعداد کمتر less یعنی مقدار کمتر least and fewest are superlative خب اینا یعنی کمترین که در واقع برعکس most یا بیشترین هستن اینجا هم توضیح داده The less and least are used with singular nouns که okay, uncountable هم باشن پس less و least برای uncountable ها huh? fewer و fewest برای یه نکتهی بگم در انگلیسی و البته به خصوص انگلیسی امریکایی شما less رو به جای فیور هم میبینید چرا می نویسن واقعا معلوم نیست چون طبیعی که خودشون هم میدونن اشتباس ولی میگن حالا چرا به خصوص مثلا در فروشگاه ها مثلا نوشته one مثلا دیدید فروشگاه میرید خرید کنید یه لاینی گذاشتن مثلا اگه پنج تا آیتم داری یا کمتر بری از اون ور که حساب کنی سری بری معمولا می نویسه 5 items or less در صورتی که باید بنویسه 5 items or fewer چون آیتم قابل شمارشه دیگه ولی می نویسه less دلیلش چیه؟ حدث من اینه و من مطمئن نیستم دلیلش اینه که یه نفر از ابتدا اینه اینجوری اشتباه نوشته و جا افتاده و به این شکل می نویسن چون مواردی است که ببینید حالا اینا گرامر شما می خونید خیلی ها ممکنه انگلیسی زبان تفاوت اینا رو ندونن مثل خیلی از مواردی که ما تو فارسی میگیم خودمون هم نمیفهمیم اشتباه داریم کنیم. مثلا به یارو میگیم مدارکاتو بعد بیار تا صورتی که مدارک خودش جمعه دیگه مدارک هات نداره که یه سری مواردی هست که حتی خود نیتیو اسپیکر هم ممکنه درستش ندونه همونجوری که برای ما در فارسی صدها بار پیش میاد حتی من برای اینه که اون لست در انگلیسی که به خصوص در انگلیسی امریکایی اتفاق میافته، یه جایی بوده یه نفر اولین بار اشتباه کرده مثلا صد سال پیش و همین روش مونده درستش هم نمیکنن چون اونجوری جا افتاده دیگه عرف شده اصلا در واقع اون در اونجا اون, اون درستش همونه به این شکل در اومده Less and least can also be used with adjectives and adverbs. خب این خوبه. این نکته مهمیه. ببینید نوشته که less و least رو میشه با صفت و قید هام هم به کار بود. تو دنیای کالکیشن ها اینا رو خیلی میبینیم. Amy is less shy than Jessica. میگه امی کمتر از جسیکا خجالتیه. یا it was the least successful party we'd given least successful یعنی دیگه کمترین به لازم موفقیت او در پارتی داره این حرف رو میذاری he drives less carefully than I expected یعنی از اون چیزی هم که من فکر کردم این در بی تره در رانندگیش کمتر مراقبه این همون ای که من بالا گفتم نوشتم many people بالا که ننوشتم ببخشید گفتم many people use less with plurals there were less problems than we expected this is also correct but some people think it isn't including some teachers and examiners so be careful ببینید حالا آکسفورد دیگه آکسفورد وقتی یه چیزی رو میگه یعنی دیگه روش نمیشه حرف زد میگه اینم درسته منظورش از درست بودن شاید بهتره بگیم که عرفه نه درسته این حالت که لس رو با جمع ها هم بیاریم ولی همونطور که گفتم وقتی یه چیزی عرف میشه میتونه درست هم باشه لزوما اینطور نیست ولی میتونه باشه بالاخره زبان از ابتدا قوانینش درست نشده و بعد زبان دیگه اول زبان به وجود اومده بعد یه سری آدم تلاش کردن قوانین توش در بیارن در نتیجه امکان این که بگیم به این درسته هم هست ولی بهتره بگیم که فعلا عرفه خیلی هم اینجوری صحبت میکنن نمیشه بهش ایراد گرفت ولی همونطور که گفت خیلی به این ایراد میگیرن یعنی شما در یک امتحانی اگر داری چنین چیزی رو استفاده نکنید. میرسیم به all خب all به معنی همه که میدونید نکته ای هم از کتاب قبلی به اون صورت نداره که ما بخوایم روش بحث کنیم این بخش رو رد میکنم چون قسمت خیلی خیلی ساده است که در کتاب قبلی هم زیاد صحبت کردیم اما این اتیکه رو میگم با اینکه اینم چیز پیچیده ای نیست تو کتاب قبلی بود در رابطه با all, every, everybody و everything We can use all with plural nouns and verbs We use every with single nouns and verb. این مهمه بعد از every مفرد میاریم All birds lay eggs بعد از all جمع میاد اسم یا فعل جمع اما بعد از every و این یکی هاشون everybody, everything و باقی every ها فعل یا اسم مفرد میاد every shop was closed نمیگیم every shops were closed به این نکته دقت کنیم We don't normally use all without a noun to mean everybody. Everybody was tired. همونطور که بالا هم اشاره کردیم گفتیم که بعد از every و اون ساختاره دیگه ای که کنارش بود همیشه فعل, جم... فعل مفرد و اسم مفرد میاد. در چه خب اول هم معنی نمیده توش. We can use all to mean everything or the only thing but only with the relative Close خب این نکته است که در قسمت Close ها باید بیشتر بهش بپردازیم اما همینجا بهش میگیم مثال اول ببینید میگه She gave me all that she had و یا everything that she had که اون وقت میتونه نباشه دیگه Relative close چیه؟ ببینید شما دو تا جمله دارید و این دوتا رو میخواید به هم اتصال بدید به یه شکل منظورم لینکینگ ورد نیستم مثلا میگم که یا آقایی رو نشون میدم میگم هی is the man who I work for این هو که این وسط میاد به من یه که هست اون مردیه که من براش کار میکنم باقی رلیتیف کلوز ها به همین معنی هن. ولی در انگلیسی اشکال مختلفی میاد WH question ها میان all everything و موارد دیگه اینجا مثال دوباره ببینیم she gave me all she had همه چیزی که داشت رو به من داد و یا all I want is a place of my own چیزی که میخوام یه جاییه که برای خودم باشه همه اون چیزی که میخوام در واقع یعنی تمام خواستم اینجوری بهتر بگیم The thieves took everything که خب اینجا استفاده از everything اومده این بالاییه گفته بود که all رو میشه به جاش استفاده کرد میگه دوزنا همه چی رو بردن خب برسیم سراغ every and each این دوتا معنیشون یکیه یه معنی میدن جفتشونم با اسم های مفرد و فعل مفرد استفاده میشن تنها فرق اینا چیه؟ اینه که every در صحبت آمیانه خیلی بیشتر کاربرد داره مثال ببینید every day brings a new problem هر روز یه مشکل جدید هست یا each day brings a new problem هیچ تفاوتی ندارن فقط every رایجتر we use every for three or more we use each for two امو این هم یه کاربرد دیگه است وقتی میخوایم در رابطه با سه تا چیز و بیشتر صحبت کنیم از اوری استفاده میکنیم دو تا چیز و بیشتر از ایچ شی هد ا رینگ آن اوری finger خب ببینید این نکته است که خیلی ها اشتباه میکنن اینو بیشتر در دنیای کالوکیشن ها و لغت معنی پیدا میکنه تا گرامه ببینید مثلا من میگم که each day each day یعنی هر روز دیگه اما بگم every other day یعنی چی؟ یعنی بین این روزها یکی یه دونه فاصله بندازه شنبه دوشنبه چهارشنبه ای به این اینا فاصله میفته خب اینجا مثال اینجا رو ببینید نوشته شی هاد ا رینگ آن اوری یعنی انگشت اولش هست تو دومی نیست سومی هست چهارمی نیست پنجمی هست اما شی هاد بگ این ایچ هند یعنی تو هر دستش یه دونه بین این که وقتی میگه سه تا یا بیشتر نه این که وقتی سه تا عددشون بیشتر بود یعنی اینکه بین یک و سه یه فاصله میفته دو نداریم به این حالت از هر جا که حالا داریم میشمریم یا هر کاری میکنیم یکی در میون منظورش هست مورد بعدی We often prefer each when we want to say that things are separate or different این هم از اون مواردی است که میخوایم وقتی روی یک چیزی تاکید کنیم یعنی با تاکید کردنمون به تک تک حالا مثلا افراد یا چیزهایی که داریم در موردش صحبت میکنیم اشاره کنیم ببینید جمله اول ببینید نوشته we asked every politician the same question از همه سیاستمدارا یه سوال مشخص یعنی یه سوال ثابت پرسیدیم اونور میگه که ایچ پالیتیشن گیو ا دیفرنت آنسر اینجا تاکیدش رو چون روی سیاست مدار نیست اوری گفته اینجا ولی تاکید داره میگه هر کدومشون هر یه دونه شون جواب مختلفی دادن برای تاکید میاد و اشاره به اینکه رو به هر کدومشون داریم و در واقع اشاره میکنیم این مورد هم موردی است که بالاتر خوندیم before of or with no noun we use every one not every khablas of vayop joych es nadarim as every one is savadim not every masalan she knows every one of her students by name nemigim she knows every of her students by name every one of ویا he's got hundreds of books and he's read everyone نه every وانش باید بیاد فقط یه نکته مهمی در این زمینه هست everyone که بینش فاصله است با اونی که بینش فاصله نیست معنیش فرق میکنه این به معنی هر کدومه هر یک هست در واقع اینجوری بهتر بگم یعنی تک تکشون everyone یعنی هر کدوم مثل everyday هست که گفتیم اونی که وقتی everyday یا به صورت یک کلمه می نویسیم یعنی روزمره به صورت روزانه ولی وقتی everyday رو جدا از هم می نویسیم یعنی هر روز اما بریم سراغ both either and neither و یا either و neither توضیحات اینو بذارید کنار این چیزی که من میگم و بهش گوش بدید both یعنی هر دوتا اوکی either یعنی یکی از دوتا neither یا yeah, نایده یعنی هیچ کدوم از دوتا به همین راحتی مثال رو ببینی Do you speak French or Spanish? I speak both languages فرانسه یا اسپانیایی صحبت میکنی اون میگه هر دوتاش رو صحبت میکنه حالا میگه Which one is easier for you? Either language is okay کدومش برات راحت تره؟ اون بر میگه هر جفتش اوکیه Either language is okay یعنی هر کدومش هر یک از این دوتا اوکی okay, برای فرق نمیکنه. How about writing? No, I can't write very well in either language. تو هر کدوم از این دوتا نمیتونم خیلی خوب بنویسم. بعد میگه and your wife یعنی خانم چی میگه no she speaks neither language یعنی هیچ کدوم از اون دوتا پس both برای هر دوتا ایده و یا آیده برای یکی از دوتا و نیده یا نایده برای هیچ کدوم از دوتا به این شکل استفاده میشه which and what یه ذره بیان پایین این مثال رو ببینیم میگه we ask which when there is a limited choice وقتی مثلا دو تا گزینه داریم سه تا چهار تا پنج تا یه چیزی که با چشم قابلت فهمیدنه تعدادش مشخصه زیاد نیست از which استفاده میکنیم مثلا میگیم which size do you want small, medium or large خب سه تاست کاملا مشخصه کدوم از اینا رو میخوای اما اونور میگه که we ask what when there is a wide choice تو عکسش هم معلوم. وقتی مثلا گذینه همون دیگه زیاده تعدادش یه جوریه که یه مقدار مثلا شمردنش یا این چیزاش سخته میگیم what is your shoe سایز چون سایز های مختلفی برای مثلا کفش هست دیگه پس میگم کدومش رو میخوای جفتش به معنی کدومه ولی این یکی برای تعداد محدود این یکی برای تعداد زیاد حالا نمیخوام بگم بیش از حد ولی یه تعداد زیادی با بات میاد و بعضی جام هر دوتاش قابل استفاده است Which day next week can you come and see us? Or what day next week can you come and see us? یه نکته در رابطه با این قواعد دوگانه اینجوری بگم وقتی مثلا یه چیزی داریم مثل اینجا میگه جفتش کارسازه بهترین راه برای اینکه به اشتباه نیفتید اینه که یکیش رو همیشه حذف کنید مثلا توی یه همچین جمله ای سعی کنید یکی از اینا رو یاد بگیرید یکیشون رو همیشه بگید ولی اون یکی تو ذهنتون باشه یعنی مثلا بگید من همه جا وات استفاده میکنم به غیر از جایی که میدونم تعداد کمه تعداد کم برای خودتون مشخص کنید مثلا اگه یه چیزی چهار تا بود پنج تا بود ویچ و هر چی بالاتر از این بوده و با وات بگید اینجوری شما کمتر به اشتباه میفتید به جای اینکه بیاید همه هر دفعه فکر کنید که الان برای این تعداد من ویچ بگم یا وات بگم این تو ذهنتون باشه دوباره این نکته تکراری رو داریم که در مورد کلمات بالاتر هم داشتیم میگه before of and one we can use which but not what خب وقتی of داریم با یا one نمیگیم what of یا what one کسا میبینید تو حتی گرامرش هم ندونید به گوش انقدر ناآشنا میاد که شما میفهمید اشتباهه برای همینه که بالاتر گفتم بسیاری از این موارد رو یه بار دیگه من این EDM رو میگم You have to learn them by heart یعنی باید خود به خود یاد بگیرید انقدر با شنیدن با خوندن با دیدن که ندونید حتی قاعدش چیه ولی به محض اینکه میشنوید بفهمید که آقا این درست اون یکی نیست این حالت نه اینکه ما بخوایم در واقع آموزش رو از سرمون باز کنیم بگیم باید خودتون یاد بگیرید خیر اتفاقا درستش اینه ما بیشتر موارد رو تو هر زمینه ای باید اینجوری یاد بگیرید یه جاهایی است برای رفع پیچیدگی میریم سراغ دونستن قانون ها برای همینه که بسیاری از قانونهایی که تو گرامر میبینید رو من اوایل دوره هم بهتون اشاره کردم 90 درصد اینا رو شما چند ما دیگه اصلا یادتون نمیاد چی بود و این طبیعی یا برای همه پیش میاد چون اکثرشون رو در طول زمان شما بای هات یاد میگیرید خودش براتون جا میفته فقط بعضی موارد که یک پیچیدگی خاصی داره اونا رو با به واسطه قوانینی که در گرامر یاد میگیریم سادش میکنیم که منطقش رو بدونیم و بعد در طول تکرار تکرار زیاد که تو کانتکس های مختلف وجود میاد اونا رو هم میرسیم به این مرحله برگردیم سراغ مثال Which of the countries in Europe have you visited? نمیگیم What of the countries? Why look at all those stars which one is the nearest Bas ba das of va one When there is no noun we use who for people not which Or in your to mach kulla baraye adam ha as who استفاده میکنیم not which which baraye ghayr adam ast Which boxer one Why who one nemigim which one اونور وقتی اسم داریم که خب which اوکی okay. ولی وقتی اسم نداریم تو جمله از هو استفاده میکنیم اما other یا جالت جمعش others و another when other is used before a plural noun it does not have s پس وقتی other داریم و جلوش یک اسم جمع دیگه others نمیشه مثلا tell me ببخشید tell the other people به بقیه بگو اما وقتی این نیست میتونیم اس بذاریم tell the others به بقیه بگو و یا can you show me some other shoes نمیگیم some others shoes some other shoes و یا can you show me some others پس ببینید یک مفهوم رو میشه به دو شکل در اینجا بیان کرد We can use another دقت کنید که another یک کلمه است جدا ننویسید and other ننویسید To mean one more یعنی یکی بیشتر But with uncountable and plurals We do not generally use other to mean more خب مثالش خیلی واضحه میگه have another potato یعنی یه سیب زمینی دیگه بخور اینجا ما داریم میگیم یکی دیگه و به کلمه دقت کردید تایت هم کانتبله و حالا به صورت مفرد اومده Have some more میت میت اینجا انکانتبله من نمیتونم میگم انادر میت چون قابل شمارش نیست و یا وی نید مور کاپس فنجونای بیشتری احتیاج داریم میتونیم another استفاده کنیم ولی باید بگیم we need another cup یعنی یکی بیشتر چون another کلا به معنی یکیه دیگه یکی بیشتر we can use another plus few or another plus a number with a plural number خب plural noun ببخشید ببینید این دو تا ساختار رو ببینید another plus few another plus یه عددی ببینید Let's wait another few minutes. خب ما اگر این few نبود باید میگفتیم another minute. چون another برای یکیه دیگه یکی بیشتر. حالا اگه بخوایم اونو بیشتر جمعش کنیم یه few میذاریم جلوش. Let's wait another few minutes. و یا بعدی The job will take another ten days. یه عدد. پس یا few یا یه عدد بعدش میاد برای جمع کردن با این. اما بخش آخر از این درس We use determinants مثل some, any, much, more و باقی with of, before other determinants and before personal pronouns پس یا قبل باقی دیترمینرها به وسیله of میان و یا قبل از personal pronouns که میشه زمایر شخصی مثلا قبل از the اینجا داریم some of the matches we played اما اگه of نباشه میشیم some matches قبل از this مثلا more of that coffee حتی اینجا this و بقیه است دیگه more of that coffee نباشه میشه more coffee I'll have more میبینید پس یه of بین اینها هست The same thing happens with number numbers. Two of the dogs. Two of dogs نمیگیم. Two of the dogs. Four of my friends. که okay. یعنی اگر این a نباشه دیگه هم معنی نمیده. Two of dogs. ببخشید. Two dogs. نمیگیم two of the dogs. و یا four of my friends میشه four friends و مورد آخر before of we use everyone not every and none not no خب اینم در قالب واژگان یاد بگیرید نه گرامه every one of وقتی یک همچین ساختاری داریم بعدش اسم جمع و none of وقتی داریم بعدش اسم جمع none of my friends اما اگر این نبود every dog بعد از every همیشه اسم مفرد Note the difference between most people talking about people in general وقتی میگیم most people یعنی اکثر مردم که داریم کلی گویی میکنیم حرف کلی داریم میزنیم and most of the people وقتی میگیم most of the people یعنی آدمایی که مشخصن داریم در مورد کی صحبت میکنیم مثلا اکثر بچه های مدرسه اکثر آدمای اون شهر پس میگه most people want to have children اکثر آدم ها میخوان که بچه داشته باشن به طور کلی داریم میگیم اصلا جای مشخصی نیست most of the people I know live in the country اینجا در مورد اکثر آدمایی که من میشناسم داریم صحبت میکنیم پس بین این دوتا این تفاوت هست و مورد آخر که میگه We often drop of after all and both. بعد از all و both معمولا میگیم all of both of. اون آور رو میتونید بندازید. نگید. After a lot lots, plenty we always use of with a noun or pronoun. بعد از این سه تا نه تنها نمیدازینش که تا بعدش یه اسم یا یک صف... زمیر هم میارید. به جای اینکه بگم all of my problems میتونم بگم all my problems به جای اینکه بگم both of her brothers میگم both her brothers اما a lot of good ideas اینو هیچ کاش نمیتونم بکنم نمیتونم بگم, بگم a lot good ideas a lot of good ideas خب درس اینجا تمام شد فکر کنم متوجه شدید ببینید نکته در مورد زیاد است ولی با چند بار تمرین اینا تو ذهنتون جا میفته و بعدم تمام این قوانین رو شما فراموش میکنید اما گوشتون همیشه تیز میمونه برای اینکه شما درستش رو شنیدید تمرین کردید و اگر جایی اشتباهش رو بشنوید خودتون متوجه میشید حتی اگه قانونش رو ندونید در نتیجه تمرین رو جدی بگیرید هم بین درس هم مور پرکتیس و هم در انتها ریویژن تست رو حتما انجام بدید و اگر لازم شد کتاب قبلی رو یه مرور بکنید سوالی در تا اگه براتون موند در بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بنده.